بله از آن باز هم برگشتیم ادامه برنامه یوسف. فردا بخش اخیر برنامه است. اینک مهمان ما خانم سمیه حسنزاده استاد دانشگاه در کنار ما هستند که پیرامون موضوع عوامل و پیامدهای فقر اقتصادی در جامعه صحبت میکنیم. خانم حسنزاده درود بر شما، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمد. سلام، وقت بخیر خدمت شما و همه بیننده های عزیزتان. تشکر، خیلی خوشحال هستیم که امروز شما رو در برنامه داریم. همچنان تشکر. بین صحبت ها رو از اینجا شروع کنیم. حالا موضوعی که ما انتخاب کردیم عوامل و پیامدهای فقر اقتصادی در جامعه هست. بله. در ابتدا چه خوب است یک تعریفی داشته باشیم از اینکه فقر چی هست؟ بله. خب در تعریف فقر یک تعریف عامه وجود داره و یک تعریف که از نظر جامعه شناسی گفته میشه و یک تعریف که از لحاظ اقتصادی گفته میشه. از لحاظ جامعه شناسی فقیر به کسی گفته میشه که به چند نیاز اولیه خود پاسخگو نمیتونه باشه یا درآمدش کفاف اون نیازهای اولیه رو نمیده. این نیازها شامل خوراک، پوشاک، سرپناه و آب آشامیدنی است که آب آشامیدنی همین چند سال اخیر اضافه شده به این تعریف. ولی از لحاظ اقتصادی فقر از طرف بانک جهانی یک معیاری هر سال برایش مشخص میشه که بر اساس درآمد سرانه او کشور محسوب میشه. برای افغانستان این مقدار یک دلاره، یعنی هر کسی که روزانه کمتر از $1 درآمد داشته باشه زیر خط فقر محسوب میشه. برای کشورهایی مثل آمریکا که یک کشور مرفه هست این مقدار به اندازه 4.9 دلاره و برای کشوری مثل سویدن که رفاه در او زیاد هست و جمعیت کمی هم داره این مقدار به اندازه 10.2 دلاره. به هر حال در هر کشوری قسمتی متفاوته و در کشور ما شاید پایین بودن خود خط فقر هم نشان دهنده اول از همه بالا بودن جمعیت و دوم از همه میزان سطح زندگی است که یعنی سطح زندگی در اینجا به حد پایینک تلاش کردن که پایین‌ترین خط پیدا کنن. ولی با همین حال هم در حال حاضر افغانستان 70% بیشتر از 70% مردم افغانستان در حال حاضر زیر خط فقر زندگی میکنن و این خودش نشان میده که وضعیت اقتصادی افغانستان در یک بحران به سر میبره. در بر این اساس افغانستان به 4 کاتگوری تقسیم شده. کاتگوری خیلی عظیمی از مردم هستن که بالاتر از گفتم 70% مردم هستن که زیر خط فقر زندگی میکنن. فیصدی کمتری هستن که روی خط فقر زندگی میکنن. یک فیصدی بازم کمتری هستن که بالاتر از خط فقر زندگی میکنن و فیصدی خیلی کمی هستن که فاصله خیلی زیادی از خط فقر دارن، یعنی بالاتر از خط فقر زندگی میکنن و این فیصدی کم بودن این فیصدی و در این حال تفاوتی که این فیصدی با فیصدی مردم زیر خط فقر داره نشان دهنده وجود طبقه اجتماعی، یعنی تفاوت طبقات اجتماعی توی افغانستان است که خیلی مشخصه. این تعدادی رو داریم که خیلی فقیر هستن و تعداد اندکی هستن که ثروت در دست اونها تجمع پیدا کرده. دقیقاً. بله. عوامل و علتهای فقر اقتصادی چی میتونه باشه خانم سازاد؟ خب در هر کشوری مسئله متفاوته، اما در افغانستان خب ما هیچ وقت در افغانستان نمیتونیم یک معیار کامل را استفاده کنیم چون اطلاعات کامل، دستیسی به اطلاعات کامل وجود نداره واقعا. بله. ولی اکثریت عالمین اقتصادی سر چند مسئله با هم به توافق رسیدن و معمولا هم از همین مسائل چی میشه نام برده میشه. شاید واضح ترینشان که برای مردم هم قابل دید هست ناامنی است. اولین مسئله که در افغانستان در مورد فقر ازش یاد میشه مسئله ناامنیه که دیگه چیزیه که فکر میکنم همه مردم حتی بی سوادترین آدم کشور هم میتونه اون متوجه شه که ناامنی ها باعث میشه که دامنه فقر گسترش پیدا کنه. هر جایی که ناامنی هست میزان فقر در قسمت هم بیشتره. با توجه به اینکه ما مردم افغانستان اکثریت مردم افغانستان بالاتر از 80% مردم افغانستان زاره و کشاورز هستن. بله. وابسته به زمین هستن، یعنی اینها اگر سر زمین خود کار نکنن نان برای خوردن ندارن. وقتی در یک منطقه ناامنی افزایش پیدا میکنه و مردم مجبور میشن که از اون منطقه کوچ کنن و زمین خود را الا کنن، این به این معنی است که اون مردم دیگه نانی برای خوردن ندارن. در این حال ناامنی یک سری مشکلات دیگر به وجود میاره مثل عدم دسترسی مردم به بازارهای گسترده‌تر. ما نمونه‌اش را فکر می‌کنم 2 سال قبل دیده بودیم
که خربوزه قندهار خب یکی از معروف‌ترین خربوزه‌های در فکر می‌کنم کل افغانستان باشه به خاطر طعم و مزه‌ای که داره و کیفیت خیلی بالایی از لحاظ تولید داره، ولی متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به بازارها، به دلیل ناامنی‌ها، به دلیل هزینه زیادی که او مسیر طی می‌کنه و قیمت پایینی که در بازار داشت، به هر حال یک سری مافیاهایی هم وجود داره، مافیای اقتصادی متاسفانه، به این دلیل خیلی از محصولات خربوزه قندهار از بین رفت. نه. یعنی خود کشاورزان حتی گاهی اوقات ما نمونه‌ای را دیده بودیم که موتری که خربوزه را آورده بود در بین راه الا کرده بود، خربوزه را بار خالی کرده بود و خربوزه را الا کرده پس رفته بود به قندهار، فقط به این دلیل که صرف اقتصادی نداشت. و این خب مسلماً بزرگترین آسیب میزنه. بعد ما نمونه دیگه ای داشتیم که یک سرمایه گذار خارجی آمده بود و قصد داشت که در بامیان فابریکه ای را بنا کنه، اما متاسفانه به دلیل ناامن بودن مسیر اصلی و مجبور بودن که از یک مسیر دیگه بیاین، هزینه ای که برای تولیدات و رساندن و محصولات و تولیدات به بازار انجام می شد و هزینه به حدی زیاد شد که او سرمایه گذار چی شد؟ ناامید شد و این قضیه را کنسل کرد. خب متاسفانه تعداد این دفعاتی که همچین اتفاقاتی میفته خیلی زیاد هست و ناامنی ها تأثیرات خیلی به سزایی دارن. متاسفانه ما فکر کردیم شاید بعد از تحولات اخیر یک تحولاتی هم در این زمینه به وجود بیاد که متاسفانه ما شاهد هستیم که هیچ تغییری نیامده و همچنان همین مشکلات وجود داره. بله خانم حسن‌زاده، حالا این فقر چقدر تأثیرات منفی روی اقتصاد کشور ما گذاشته؟ خب فقر پیامدهایی هم داره. مسلماً پیامدهاش، ببینید اگر توضیح کامل بخوایم بدیم در مورد اقتصاد، اقتصاد مثل یک ساعت میمانه، ترکیبی از چندین چرخ‌دنده که به هم پیوسته هستن و روی همدیگه تأثیر میذارن و در این حال هر کدوم به نوبه خودشان یک چرخه محسوب میشن. در مورد مسئله فقر هم همین قسمه است. یعنی هر مسئله‌ای که به فقر دامن میزنه خودش پیامد فقر هم محسوب میشه. یعنی ما در قسمت چیزهایی که باعث به وجود آمدن فقر میشه، ناامنی، بیکاری، بیسوادی و این مسائل داریم، دقیقاً پیامدهای خود فقر هم همینا هستن. یعنی فقر پیامدهایی داره، از من جمله اول از همه همین گسترش ناامنی، یعنی خود مسئله ناامنی به دلیل فقر به وجود میایه. وقتی میزان ناامنی ها قبل از خروج آمریکایی ها از افغانستان گسترش پیدا کرده بود، در همون زمان تعداد خیلی زیادی از مردم به گروه های افراطی پیوستن، چون کسی که نان نداشته باشه که سر دسترخوان خود ببره، مسلماً ترجیح میده که هر کاری را انجام بده فقط به خاطر اینکه اولادش گوشت نمونه، حتی اگر نیاز باشه به گروه های افراطی میپیوندن. مسئله دیگه که پیامد فقر محسوب میشه بیسوادی هست. شما خودتون میبینید خیلی از خانواده ها هستن که حتی فرزندان خود به علت فقر به فروش میگذارن. بله. و خب مسلمه خانواده ای که فرزند خود به فروش میگذاره توانایی ای را نداره که بتونه همون فرزند برای مثلا تحصیل به یک مکتب روان کنه. خیلی از خانواده ها هستن که حتی از لحاظ فرهنگی علاقمند تحصیل فرزندهایشان هستن، اما استطاعت مالی را که ندارن که فرزندهایشان حتی به مکاتب دولتی روان کنن و ترجیح میدن گاهن بچه هایشان سر وظیفه باشه یا مشغول کار باشه تا اینکه در سر سنف باشن و درس بخونن. بعد پیامد دیگه که فقر داره مسئله انحطاط اخلاقیه، گسترش فساد اداری، گسترش فساد در اجزای جامعه. خب نمونه شاید به طور قطع آمار مشخص وجود نداره، چون فساد یک مسئله ایه که خیلی قطعی نمیشه در موردش صحبت کرد. بله. اما نمونه ای که خود ما به چشم دیدم مسئله ایه که خب خیلی از کارمندای دولت در حال حاضر دسترسی کاملی به معاششان یا دسترسی به موقع به معاششان ندارن. حکومت در حال حاضر که نظام سیاسی حاضر هست تلاش کرده که با ایجاد مالیه و سیستم مالیه یک کمی مسائل اقتصادی افغانستان جمع و جور کنه، ولی خب متاسفانه به دلیلی که سربازها یا حالا کارمندانی که این مسئله رو پیش میبرند خودشان به وقت معاش خودشان دریافت نمیکنند، خود این افراد از گرفتن رشوه خودداری نمیکنند یا حتی به نوعی تلاش میکنند که
کسانی که ازشان مالیه جمع میکنن مالیه بیشتری رو برایشان تعیین میکنن تا او افراد مجبور شوند به خاطر پرداخت کردن مقداری کمتر به اونا رشوه بدن. این خودش گسترش فساده. در بقیه موارد خب مسلماً گسترش چی هم هست، پایین آمدن سطح کیفیت زندگی مردم هست. ما در قبل هم داشتی میره که وقتی مردم درگیر جنگ های داخلی و مسائل ناامنی میشن تلاش میکنن که سطح کیفیت زندگیشون رو بلند ببرن، به قول حالا اقتصادی هم برنج نمیخورن کشول رو مصرف میکنن، اجناس دست دوم یا جنس طبقه دوم. خب این خودش باعث میشه کم کم یک سری مشکلاتی به وجود بیاید، مثلا کودکانی رو داشته باشیم که دچار سوی تغذیه های شدید هستن. بعد این خودش عوامل دیگه، مسائل دیگه رو به وجود میاره، مثل مشکلات سلامتی برای قشر بعدی جامعه رو به وجود میاره. گاه اوقات فشارهای روانی خیلی زیادی به مردم میایه، خودکشی ها افزایش پیدا میکنه. در حال حاضر افغانستان طبق نظرسنجی ها غمگین ترین مردم به کل دنیا رو داره و این خب نشان دهنده عدم سلامت روانی مردم نیست، چون سلامت روان وقتی مشخص میشه که او شخص نسبت به مسائلی که داره عکس العمل نشان بده. این نشان دهنده گستردگی مشکلاتی است که مردم ما در حال حاضر با او دست و پنجه نرم میکنن. دقیقاً داره. خانم حسن‌زاده، چه چیزهایی باعث عدم رشد بازار اقتصادی میشه در جامعه؟ خب همونطور که گفتم این مسئله یک چرخه هست. از یک جایی دولت باید تلاش کنه که این جلوی چرخه رو بگیره و غیر از او خود مردم هم باید تلاش کنن که خودشان را نسبت به سطح زندگیشان یعنی سطح زندگیشان را ارتقا بدن نسبت به گذشته. مسلماً اگر خود مردم هم به صورت شخصی تلاش بکنن، چون در حال حاضر هیچ استراتژی خاص اقتصادی به چشم نمیایه که بتونه وضعیت افغانستان را کمی ارتقا بده. بنابراین بهتر که خود مردم تلاش کنن. یکی از راه حل‌ها کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای کوچکه. دیگه مسئله بعدی تلاش مردم برای یادگیری حرفه‌های جدیده و مسئله بعدی دیدگاه بزرگتری داشتنه. یعنی اگر که ما نمیتونیم توی افغانستان بازار مناسبی پیدا کنیم برای محصولات کشاورزیمون، خوب است که نگاهی هم به بازارهای جهانی داشته باشیم. ما در این زمینه در قسمت زعفران، در قسمت پسته ما فعالیت‌های خیلی خوبی داشتیم. بله. قسمت میوه خشک خیلی فعالیت‌های عالی به وجود آمده بوده. منتها برای قسمت محصولات کشاورزی هنوز او امکانات هم به وجود نیامده و هنوز متاسفانه مردم هم خیلی علاقمند یادگیری روش‌های جدید به نظر نمی‌رسن. بله بسیار خوب. خانم حسن‌زاده، حالا روی راهکارها هم صحبت داشته باشیم. میگه حالا فقر اقتصادی چقدر تاثیرات منفی گذاشت؟ خب راهکارها یکی مسئله اقتصاد کلان هست که او در دست نظام هست و خارج از دست مردمه. مسئله دوم مسئله اقتصاد خرد هست که برمیگرده به بنگاه‌ها و حالا اشخاصی که در حال فعالیت در حوزه اقتصادی هستن. هر کسی، هر شخصی که در حال کسب درآمد هست و تلاش برای کسب درآمد، خودش یک بنگاه محسوب میشه. خوب است که ما یک سری تلاش‌هایی هم داشته باشیم برای حتی اگر که قرار نیست که مثلا تغییری در روند اشتغال ما به وجود بیاید، خوبه که در روند زندگیمون تغییراتی به وجود بیاریم. ما سنت‌ها و عنعنات خیلی اشتباهی هم گاهی داریم، ننگ های بی جایی هم داریم در جامعه ایمان. مثلا ما کت تامینام روی اقتصاد تاثیر میمونه. بله درسته. ما قش گسترده از جوانان داریم که تحصیل کردن، بله. دانشگاه را خواندن و حالا که میگن ما دانشگاه خواندیم و مثلا لیسانس داریم، مستری داریم، حاضر نیستیم کاری کمتر از کاری اداری انجام بدیم. این خودش یک ننگ بیجا محسوب میشه. ما سنت های اشتباهی رو داریم در مورد برگزاری مراسم های خودمان. بله. ما در منطقه از فکر میکنم غور باشه، در منطقه از لال سرجنگل من مطلع شدم که بزرگین او قسمت با هم جمع شدن و یک سری قوانینی رو برای مصارف مراسم هایشان گذاشتن. بله. که تلاش میکنن حالا کمتر کردن و مشخص کردن میزان قطعی رو برای مثلا مسائل مثل گله
یا مثل تعداد مهمان‌ها، وسعت برگزاری مراسم یا هزینه‌هایی که انجام میدن، تلاش کردن با گذاشتن یک سری قوانینی این مراسم‌ها را همی که کوچکتر کنن و همی که سهولت ایجاد کنن برای جوانان تا هم خانه زندگی خود را تشکیل بدن و در این حال درگیر فقر بعد از ازدواج نشوند یا بدهی‌های بعد از ازدواج نشوند. ما غیر از اون مراسمات اشتباه دیگه ای هم داریم. خیلی از مراسم‌هایی که غیر ضروری هستن، خیلی از مثلا برای دید و بازدیدهای عید ما مراسمایی داریم که گاهی اوقات 40 خانواده یک جای میشن و خانه یک نفر از اقوام میرن. بله. و این مراسم همچنان هر روز و برای هر وعده ادامه داره. که متاسفانه برای شرایط فعلی خوب است که مردم بتونن این سنت‌هایشان را حالا یا کمتر بهشان توجه کنن یا نادیده بگیرن. بسیار خوب. خیلی تشکر خانم حسن‌زاده. در اخیر گفتنی و پیام شما را در مشنویم در ارتباط به رشد اقتصادی و داشتن یک اقتصاد بهتر. مسلما نمیتونیم ما وضعیت کشورمان را به ایزودی ها منتظر باشیم که ثابت شود. چیزی است که متوجه جامعه جهانی است و چیزی نیست که در دست ما باشه به شخصه. اما خوب است که خودمان تلاش کنیم. یک مسئله هست که میگه یا کاری انجام بده یا کاری یاد بگیر. خوبه که مردم ما تلاش کنن که حرفه های جدیدی یاد بگیرن، خودشان را با شرایط تطبیق بدن و تلاش کنن که انعطاف پذیری مورد نیاز جامعه امروز داشته باشن. خیلی عالی، خیلی ممنون از شما. تشکر. تشکر شما. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. بله، از جانب بیننده همچنان سپاسگزار هستیم از شما که تا آخرین دقایق برنامه صبح فردا با ما همراه بودین. در این بخش برنامه هم مهمان ما خانم سمیه حسن‌زاده، یک تن از استادان دانشگاه بودند که پیرامون موضوع عوامل و پیامدهای فقر اقتصادی در جامعه صحبت کردیم. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند منان میسپاریم. تا فردا، خدا نگهدار. خدا